یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو، د سهار ژوند خپرونې دوام ته هیلهمنده یمه چې د خپرونې څخه به مو تر دې دمه خوند اخیستی وي. د خپرونې په دې برخه کې بیا هم له ځان سره قدرمن میلمه لري، استاد محمد ایوب یعقوبی له موږ سره خپرونه کې دی او نن هم د یوې مهم موضوع په اړه له موږ تاسو سره خپل معلومات شریکوي. ده چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ژوند یوازینۍ د پرمختګ لاره د بریالیتوب لاره مثبته انګیزه ده، او که چیرې موږ په ژوند کې مثبته انګیزه ونه لرو نو شو کولای چې پرمختګ وکړو، نو شو کولای چې ورځ په ورځ ځان ته تغییر ورکړو او د دې پر ځای چې موږ پرمخ لاړ شو نور هم شاته ګرځو ژوند ته. د چې څه ډول په ژوند کې مثبته انګیزه ولرو، خپله مثبته انګیزه څه ده، ولې ځینې وختونه نه شو کولای چې مثبته انګیزه په خپل وجود کې رشد ورته ورکړو، د دې ټولو موضوعات په اړه به استاد محمد ایوب یعقوبی موږ ته معلومات راکوي. استاد خوش آمدین، صبحتان بخیر. به نام یاد خدا سلام و صبح بخیر دارم محضر شما دوستان و دستاندرکاران گران قدر و بیننده های عزیز و ورجوندی که از این روزنه دارنده صدا و سیمای ما هستند. امید دارم که امروز را همه با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. بسیار تشکر استاد، انشاءالله که شما هم به خیر رسیده باشین و بازم بسیار خوشحال هستیم که شما را در برنامه با خود داریم که معلومات ارزنده تان با ما و بیننده ها شریک بسازین. خب استاد، موضوع بازم بسیار مهم است که یگانه کلید پیشرفت در زندگی ماست. نخست در مورد انگیزه بگوین که مفهوم از انگیزه چی است استاد؟ واقعا خب انگیزه چیست؟ انگیزه در تعریف علمی که از صورت میگیره میگیم انگیزه عبارت از عاملی است که طرز تفکر و اندیشه انسان را تبدیل به عمل میکنه. یعنی ما بسیار اهداف در زندگی خود داریم، بسیار مفکوره ها داریم، بسیار پلان ها داریم و اونا ضرورت دارن که عملی شوند. این عملی شدن اهداف ما ضرورت به قدرتی داره که اون ما را وادار بسازه که عمل کنیم، که همین قدرت در حقیقت انگیزه نامگذاری میشه. این انگیزه از کجا پیدا میشه؟ ببینیم وسیلا جان، ما باورمند به این هستیم که تمام کارهایی را که انسان ها انجام میتن، تمام افعالی را که ما انجام میتیم از خود یک زیربنا دارم. زیربنای تمام اعمال ما را انگیزه ما تشکیل میده. یعنی ما وقتی که انگیزه داشته باشیم به کاری او کار انجام میتیم، اما زمانی که انگیزه نداشته باشیم کار را انجام نمیتیم. خب حالا خود انگیزه از کجا پیدا میشه؟ انگیزه انسان ها معمولا از طرز تفکر و جهان بینیشان پیدا میشه. همین باورهایی که ما دارم، همین افکاری که ما دارم، همین اعتقاداتی که دارا هستم، اینها در وجود ما انگیزه تولید میکنن و انگیزه ما را وادار میسازه به عمل. حالا این افکار ما از کجا پیدا میشه؟ ما چگونه مفکوره میگیریم که باعث شوه که عمل انجام بدیم؟ مفکوره را معمولا ما از جامعه، از محیطی که در روز زندگی میکنیم کسب میکنیم. حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از خانواده، دوستان، از عزیزان، از تمام اینها ما جهان بینی پیدا میکنیم، چیزها را فرا میگیریم، اونها در ذهن ما نهادی نمیشه و بعد از اونها برای ما انگیزه تولید میکنه و انگیزه هم ما را وادار میسازه به عمل. یعنی اگر ما بگیم که انگیزه در زندگی یگانه عاملی است که باعث میشه ما عمل کنیم و فعالیت در زندگی خود بسیار خوب باشه. خب استاد، در مورد ازی بگوین که چطور میتونیم از جامعه ما، طرز فکر ما را به طرف ببریم که انگیزه ما مثبت باشه؟ چطور از جامعه به طور مستقیم ما انگیزه های مثبت را خود بگیریم؟ واقعا جامعه انسانی هم همانند یک گلزار است. همون قسمی که در یک گلزار ما با گل های مختلفی روبرو میشیم، هر کدام عطر و بوی خاص منحصر به خود را داره، جامعه هم همین گونه هست. ما از گل های مختلف، از انسان های مختلفی که زندگی میکنن، از رنگ و بو و عاداتشان کسب میکنیم، جهان بینی میگیریم، فکرشان به ما میرسه. همین گونه با انسان های مختلفی که ما همنشین میباشیم، مثلا از سطح خانواده شروع میشه، از اعضای خانواده ما، از دوستای ما، با کسانی که در اونا ما در ارتباط هستیم، از آموزگاران ما، همسنفیان ما، عزیزان، حتی از رسانه ها، از علما، از محلاتی که ما اشتراک میکنیم، به صورت غیر مستقیم ما یک نوع جهان بینی، یک نوع تفکر، یک نوع احساسات و افکار کسب میکنیم. بخواهیم چی نخواهیم، همون تاثیر همنشین است که شاعرم در مورد دوست و همنشین میگه که من حضرت سعدی صاحب است، میگه طلب کردم ز دانای یکی پند، مرا فرمود که با نادان هرگز مپیوند. چرا که تاثیرگذاری دوست و همنشین بر همینجاست. فرضاً ما اگر که بیایم با یک همنشین و با یک دوست به در یک قالب یک مثال صحبت کنیم، هم بفرش بگم که انسان منفی نگر باشه، فرضاً بگم که من میخوایم یک تجارت را آغاز کنم، محمد نظر در این باره چی است؟ اگر انسان منفی نگر باشه، ببینید چقدر احساسات مرا خدشه‌دار میسازه. اون میگه در این شرایط اصلا که تجارت کجا نتیجه میده؟
هر کس دست به تجارت زده، تجارت شروع کرده، بالاخره ناکام مانده. اوضاع چنین است، اوضاع چنان است، نتیجه نداره. ده ها افکار منفی. وقتی که افکارم از جامعه کسب کردم، انگیزه من به این میباشه، انگیزه منفی میگیرم که من نباید اصلا به تجارت آغاز کنم. چرا من سقوط میکنم و خطرات متوجه میشم. اگر همین موضوع را بیام با انسان مثبت نگر شریک بسازم، با یک دوست خود که افکار مثبت داره، او برام حرفای مثبت، انرژی مثبت را میبخشه. مثلا بزرگترین تجارهایی که امروز حرف اول را میزنن، روزگاری بود که کار خود از صفر شروع کردن. شروع که از صفر، بالاخره موفق میشی. برام میتونه بگه که اگر امروز شکست خوردی، مشکلی نیست، از شکست شکست میتونی تجربه بگیری برای آینده خودت. و ده ها مفکوره های مثبت دیگر را میبخشه که افکار باعث میشه من انگیزه پیدا کنم، بی صبرانه منتظر باشم که با کار خود، با تجارت خود آغاز کنیم. روی لحاظ با باور ما، آنچه که بیشتر در جامعه روی انگیزه های انسان ها تاثیر میگذاره، موضوع روابطشان میباشه. ما با چی کسانی روابط داریم؟ همون گونه میگه که شما با 5 انسان موفق هم نشین باشید، شما نفر ششم موفق هستید. اگر با 5 انسان ناکام شما هم نشین باشید، شما هم نفر ششم از اون می باشید. لذا اینها باعث میشه که ما طرز تفکر، جهان بینی، انگیزه پیدا کنیم و اینها در وجود ما نهادی نشوه و در همه موارد ما همین گونه رفتارها و قضاوت های خود را داشته باشیم. دقیقاً که دوستان، تاثیر مستقیم بالای شخصیت ما می داشته باشن، بالای رفتار و کردار ما می داشته باشن و هر رقم شخصیت را که ما انتخاب می کنیم، همراه 6 تا برخاست کنیم، دوست ما باشه، اگر بخوایم یا نخواهیم تاثیر خود بالای ما میمونه. و خوب است که در انتخاب همنشینان خود دقیق باشیم، همنشینان را انتخاب کنیم. با گفته استاد که انگیزه مثبت و مشوره خوب در زندگی بر ما بده. خوب استاد، جدا از دوستان دیگه کدام راههایی است به خاطر از اینکه ما بتونیم در زندگی خود انگیزه مثبت داشته باشیم؟ بله، راههای متفاوت دیگری هم وجود داره. یعنی جوانان و عزیزان ما، ما امروز در عصر تکنولوژی قرار داریم، در عصر ارتباطات قرار داریم، در عصر که انگیزه ها و وسایل و امکانات فراگیری بسیار زیادی بر عزیزای ما فراهم است. یعنی قبل ها اگر یک کسی میخواست معلوماتی را کسب کنه، ناگزیر بود که راه های بسیار دوری را بپیمایه تا به نزد یک دانشمند بنشینه، موضوع را فرا بگیره، یک کتابی را به دست بیاره. اما امروز از جهان، دنیای مجاز، تمام جهان را همانند یک دهکده کوچک ساخته، همه وسایل را در دسترس قرار داده. عزیزای ما میتونن با مطالب آموزشی، با مطالعه به کتاب ها، از ویدیوهایی که امروز در شبکه های اجتماعی و دیگر موارد گذاشته میشه، هر کدامشان اینها بالای ذهنیت های ما تاثیر داره. مثلا کودک امروز محصول تربیت پدر و مادر تنها نیست. امروز کودک امروز محصول فضای دنیای مجازی هست. هر کودک با امکانات و وسایل، و نمیدارم از شبکه فیسبوک و تیک تاک و اینستاگرام چی بخوایم چی نخوایم، شبکه چیزهایی را که ما لایک میکنیم، میبینیم، ویدیوها و پستهایی را مطالعه میکنیم، بر روی شخصیت ما، بر روی ذهن ما، افکار ما تاثیر داره. جدا از دوستان، بیایم در دنیای مجازی هم ما انتخاب های خوبی را داشته باشیم. همون گونه خانواده، همین گونه همنشینان، رسانه ها آموزنده هستند. بله، از تمام از اینها ما میتونیم استفاده کنیم. با باور ما، هر لحظه زندگی ما که ما از ما میگذره بر ما یک درسی میرسانه، بالای ما تاثیر داره. خوب است پس ما هر ثانیه رو مدیریت کنیم و بدانیم که با چه کسایی ارتباط داریم، چه چیزهایی به ما اضافه میشه. دقیقاً، باید بالای وقت خود سرمایه گذاری بکنیم، ارزش بدیم به وقت ما و بفهمیم که چی به نفع ماست و از ما بیشتر استفاده بکنیم. خوب استاد، در مورد ازی بگوین، کسایی که انگیزه مثبت در زندگی ندارن با چه مشکلات در زندگی روبرو میشن؟ واقعا انسان هایی که انگیزه مثبت ندارن، همیشه منفی هستن، یک تاثیر خوب بر زندگی خودشان است. اینها از لحاظ نقطه نظر روانی انسان هایی میباشند که منفی گرا می شده باشند. امکان داره که اینها به مشکلات مثل افسردگی و دیگر موارد روحی و روانی سر دچار شوند. اینها کسایی میباشند که در جامعه قبح اجتماعی دارند، یعنی دیگر افراد با اینها حساسیت می داشته باشند. اینها گاهی اوقات برشان انگیزه منفی داشتن یک عادت میشه، برشان منفی نگر میسازه اینها. مثلا هر چیز زیبا را برشون ببرین، یک عیب دهو پیدا میکنن. وقتی که ما یک موبایل میخریم، برشون شما میگیره تازه خریدیم، ده ها نکات مثبت داره، اما او یک نکته منفی داره، به طرف از او اشاره میکنن. این باعث میشه که من شخصی که دیدگاه منفی به طرف مرا شده، در مقابل فرد حساسیت داشته باشم. انسان منفی نگر دوست نداشته باشم. دیگران را هم امرای خود منفی میسازن. انسان هایی که معمولا انگیزه مثبت ندارن در زندگی، مجموعی از استعدادهایشان، مجموعی از توانایی هایی که دارن، همشان زیر خاک میشه. چون اونها به این باور هستند که ما ناتوان هستیم، ما نمیتونیم، نمیان خلاق
خلاقیت نمی کنند، زحمت نمی کشند و دستاورد در زندگی نمی داشته باشند. به آرزوهای خود هیچگاهی انسان ها نمی رسند. علت در کجا می باشه؟ انگیزه نمی داشته. و جالب دیست که همیشه انسان های منفی، کسایی که به نوع منفی نگر می باشند یا کسایی که انگیزه مثبت ندارند در زندگی، در حال شکوه و شکایت هستند. از همه چیز شکایت می کنند، از زندگی خود ناخوشایند می باشند. علت دایی می باشه که انگیزه ندارند که در برابر مشکلات زندگی استاده شوند و اونها را از بین ببرند. بله استاد، یک چیزی که همه ما شما میدانیم، کسانی که بیشتر شکوه و شکایت میکنن از اوش خاص کل ما دوری میکنیم و زمانی که ما با یک شخص مقابل میشیم، اگر او خواهر ماست، برادر ماست یا اولاد ماست یا هم شوهر یا خانم ماست و میبینیم که این انگیزه منفی به زندگی داره، در همه چیز شکوه و شکایت میکنه، در بیشتر حالات ما متوجه میشیم که مادر، پدر، برادر یا خانم شوهر رو میگردونن از او شخص و این حالت باعث ازی میشه که دیگه هم امو منفی نگری ازید در زندگی بیشتر شود. در این حالات دوستان و یا هم نزدیکان همی شخصی که منفی نگر است چی کارهایی را باید انجام بدن تا بتانن تا یک حد انگیزی اینا را به طرف مثبت و به طرف خوب شدن سوق بدن؟ واقعا بله، یعنی ما کسانی که به این مشکل سر دوچار هستن، انگیزی مثبت ندارن در زندگی و انسان های منفی نگر به بار آمدن، با باور ما اینها کسایی نیستن که ما امروز از یا برخورد نادرست کنیم، اینها را محکوم کنیم. اینها کسایی هستن، بیمار هستن، انسان های نیازمند. ما اینا را تعریف میکنم. اینها نیاز به مهر و محبت دارن، اینها نیاز به این دارن که ما دست اونها را بگیریم، چون در یک حالت در یک مشکل گیر افتادن، در یک حالت قرار دارن که خودشان هم شاید از این حالت خودن متنفر باشن. مسئولیت ما نیست که اینها را بیم آزار بدیم، اذیت کنیم، محکوم کنیم، بخوایم مجازات کنیم، بلکه انسان مریض را ما مسئول هستیم که درمان کنیم، راه حل براش نشان بدیم. بیم با این انسان هایی که منفی نگر هستن متوجه رفتارهای ناسالمشان بسازیم، برشان بفهمانیم بسیار به خوبی دوستانه که این قضاوت هایی را که شما دارین، این بیانگیزگی هایی را که دارین کارهای نادرست است، اینها نتیجه درستی به بار نمیاره. و در برابر اینها وسیله جان میگه هرگاه یک انسانی به ذهنش یک مفکوری منفی ایجاد میشه، یک حس نادرست میاد، به خاطر از بین بردن از او ما ضرورت داریم که 5 انگیزه مثبت را در وجودش ایجاد کنیم، 5 ذهنیت مثبت را برش ببخشیم تا کو افکار از ذهنش دور شود. بیم به انسان ها ما انگیزه مثبت ببخشیم برشون. هر آنچه را که تعریف میکنن، هر آن ناتوانی را که میداشته باشن، برعکس بیم به صورت توانایی برشان نشان بدیم. اگر شکوه و شکایتی میداشته باشن، ما بیم خوبی هایشان را برشان بگیم تا متوجه شوند. و با باور ما در علوم انسان شناسی و روان شناسی، بهترین درمانگاهی که انسان ها را میتونه به نوعی از هر نوع آسیب های اجتماعی دور بسازه، انگیزه های دینی است. وقتی که ما به کتاب مقدس قرآن کریم نگاه میکنیم و مفاهیم دینی را مطالعه میکنیم، سراسر هر انسانی که بیا مثلا سوره حجرات، سوره اخلاق را مطالعه کنه، وقتی که تا آخر میخونه، یک انسان اخلاق مند میشه. و باور من روی آوردن به طرف اندیشه های دینی و آگاهی کسب کردن از اینها، انسان ها را از تمام خصایص نادرست زندگی و انگیزه های منفی دور نگه میداره و انسان را سالم به جامعه تقدیم. دقیقاً که بدون شک قرآن کریم بهترین راهنماست بر ما و کل ما همی وقت می داشته باشیم تا با ترجمهش بخونیم، ببینیم که چی چیزهایی در قرآن کریم نافته است. یعنی آل قرآن کریم با تفسیرهایش هم است که میتونیم خوانده و یک انگیزه مثبت میتونیم به زندگی خود ببخشیم. خب استاد، در مورد فواید انگیزه مثبت بگوین، کسانی که در زندگی انگیزه مثبت دارن چه پیشرفتهایی را در زندگی خود میداشته باشن؟ انسانهایی که انگیزه مثبت دارن انسانهای موفق هستن، انسانهایی هستن که کارهایی را که انجام میتن که دیگران برشان همیشه میگن شما کار انجام داده نمیتونید. و باور من چند تاثیر انگیزه مثبت می داشته باشه. یک، انسان هایی که انگیزه مثبت در زندگی دارن از یک آرامش روانی برخوردار هستند. چرا؟ تحقیقات نشان داده بر بالای ذهن مغز انسان ها امارای گذاشته شده بود، گفتن برین که کارهایی را که شما انجام میدین کدام کارها برای ذهن انسان فشار میاره. بر اینها گذاشتن کارهایی را که دوست ندارن انجام میتن، فشار عصبی شان اما روانی شان بسیار زیاد شد. کارهای بسیار خرد ریزه بود اما اینا را حساسیت داشتن، دوست نداشتن. و برعکس بعد از گذاشتن بر اینها کارهایی را که دوست دارن انجام بدن، با وجودی که مشکل بود و کار، اما اینا به طرف و کار یک علاقه داشتن. فشار عصبی و روانی بر بالاشون بسیار کم بود، با وجودی که کار دشوار انجام میدادن. روی لحاظ کسایی که انگیزه دارن زندگی را به شوق به پیش میبرن، سخت ترین حالات را به بسیار راحتی سپری میکنن. شاید که ما حالاتی را سپری کنن که دیگر افراد نتونن، اما اونها را به علاقه، به شوق، به سادگی پیش میبرن. اینها از یک آرامش روانی همیشه برخوردار میباشن. انسان های مثبت نگر در جامعه و انگیزه دار یک الگوی مناسب
مناسب به دیگران هستند. اطرافیانشان از اونا همیشه فرا میگرن، به هدف خود همیشه میرسن. شکست چیز واژه به نام شکست را نمیشناسن. انسانهای پرتلاش و پرزحمت میباشن و کسانی میباشن که بالاخره از دنیای هستی یک روزی میرن، یادگار خوب و خوش همیشه از خود پایدار و جاودان میگذارن. دقیقاً دیدین شاگرد، ان شاءالله که بتونیم کل ما انسانهای مثبت نگر در زندگی خود باشیم. بسیار تشکر استاد از اینکه تشریف آوردین و معلومات خیلی خوب را با ما شریک کردین. تشکر از شما، برنامه زیباتون سلامت باشین دوستان. خوش قدرمون لیدون کو سم وقت رسیدله دیده حفیظ امیری ژوندۍ گزارش تا چه د سینمای پامیر سیمت تلله دی او مونته ژوندۍ گزارش لري او زایکور.